خب با سلام خدمت همه دوستان و شنوندگان احتمالی، بحث امروز دوشنبه 12 مهر ماه 1400 رو شروع میکنیم. بحث امروز من درباره هابز بحث اصلی ما، اما یه مختصری از حاکمیت در قسمت بودن باقی مونده که من سعی میکنم تو چند دقیقه اول اون رو بگم و بعد بپردازیم به هابز. اما پیش از این که به بحث برسیم، در یه پارانتز، در یه مقدمه‌ای خدمت شما عرض میکنم که همه این بحثایی که ما میکنیم در حوزه اندیشه سیاسی غرب باید توجه داشته باشیم به اینکه اندیشه سیاسی یا پایه اندیشه سیاسی در پیش از اینکه اندیشه سیاسی غرب، یعنی از منظور از غرب میگیم که جدید رو مد نظرمون هست، از 1500 به این طرف رو منظورمون هست، اما در همون غرب و در جهان به طور کلی قبل از 1500، یعنی از حدود تأسیس فلسفه سیاسی در یونان تا 1500 که حدود 2000 سال به اصطلاح هست، میخوایم ببینیم که اونجا چه بود، یعنی پایه اندیشه چه بود که تغییر کرد، یه تحول اساسی کرد و به یک دوران جدید رسید. این رو اگر در نظر نگیریم چیز زیادی آیدمون نمیشه، غیر از اینکه یه سری اصطلاحات، یه سری مفاهیم رو حفظ میکنیم، میفهمیم که حالا اینطور بوده. اما توجه به اینها ما رو رهنمون میسازه به یک واقعیت خیلی بزرگی به نام دوران جدید یا دوران متأخر یا دوران مدرنیته. این دوران رو به اپوک می نویسند که این با یه دوره کوتاه مثل دوره هایی که حالا یه اندیشه بوده و بعد برطرف شده یا نقد شده برش و تموم شده یا به هر شکلی، اون دوره های کوتاه رو میگیم دوره یا پریود. اما وقتی به این میگیم اپوک، یعنی که یه دورانی شروع شده، یه وارد یه دورانی شدیم که دیگه برگشت از اون امکان نداره. یعنی ما الان در حال حاضر در دنیا، در غرب، البته باز تأکید میکنم، غرب وارد مرحله‌ای شده از 500 سال پیش به این طرف حدوداً که تمام کارهایی که انجام میده در حوزه‌های مختلف، این بر مبنای دستاوردهای جدید هست، یعنی دستاوردهایی که از حدود 1500 شروع میشه تا حالا همینطور ادامه پیدا میکنه و این دیگه قابل برگشت نیست. در اول در هر فرض کنید 100 سال یا 50 سال یک بار
یه اندیشمندی یا دانشمندی یا اهل فنی، اهل هنری پیدا میشد و این کاخ مدرن رو یک آجر، یک سنگ روی اون میگذاشت و این کاخ یواش یواش ساخته شد تا به اینجا رسید. الان دیگه هر ساله این عوض میشه، هر ساله تجدید در واقع بنا میکنه، بنای اصلی همونه، بنای به اصطلاح پایه‌ای و فاندیشنش همونه، اما تغییراتی که درش انجام میده به سرعت این تغییرات انجام میگیره. شما به همین وسایل فنی یا اجراهای هنری که در جهان هست ببینید که در هر سال یا در هر ماه گاهن اینها تغییر میکنه و چیزی اضافه میشه به این و یه شکل بهتری میگیره، یعنی در واقع بگیم که تحول میکنه، از اون حال قبلی به حال جدید در میاد. اما ببینیم که اندیشه قدما چه بود که این کنار زده شد یا متحول شد همون اندیشه و به شکل جدید در اومد. ببینید در قدیم از همون افلاطون و ارسطو به این طرف تا حدود قرن 16 میلادی اساس بر این بود که همه چیز طبیعی است و ما بر این طبیعت نمیتونیم دست ببریم. کار فیلسوف، کار اندیشمند و کار دانشمند این هست که این وضعیت طبیعی رو درک بکنه، بفهمه، بتونه توضیح بده و به اون خواسته‌ای که طبیعت داره عمل بکنه و دیگران رو تشویق بکنه که به همون راه برند، وگرنه به بیراهه رفته و گمراه شدند. این رو ارسطو خیلی تاکید میکرد رو این. شما فرض کنید که در مورد انسان میگفت که خب طبیعت انسان این گونه است یا بر حسب طبیعت انسان باید در شهر و مدینه زندگی بکند. حالا شهر و مدینه میگم به این خاطر که این دوتا با هم تفاوتهایی میکنه از نظر محتوایی، مثلا شهر در نزد ما و اونها که میگفتن پلیس تفاوتی داره که حالا بعدن من بهش میرسم میگم. ما شهر رو به شکل شهرداری، به شکل اداری میفهمیم، اونها شهر رو سیاسی میفهمیدن به طور کلی. افلاطون میگفت پولیتیا، این پولیتیا یعنی حیات سیاسی انسانها در اون شهر، یعنی کل شهر و انسانها و روابطی که با اینها با هم دیگه داشتن و اداره اونجا و همه به سلام مسائل، این رو میگفت پولیتیا که حالا گفتم به جمهور ترجمه شد که اشکالاتی داره و اینا، فعلا اون بحث ما نیست. اما این که ما بر حسب طبیعت این گونه هستیم، این از 1500 به این طرف و با ماکیاولی تغییر کرد. یعنی با ماکیاولی و تقریبا چند سال پیشتر از اون فیلسوفانی پیدا شدن که
به اون دوره میگیم دوران اومانیزم. اومانیزم به این معناست که دیگر بعد از این انسان خودش هست که جهان خودش را می سازد به صورت مصنوع، یعنی صنع انسان مدخلیت داره در ساختن جهان خودش. همه چیز طبیعی دیگر نیست، یعنی طبیعتش که خب طبیعت هست، اما ما طبیعت رو دیگه تغییر میدیم، تغییر میدیم بر مبنای خواسته هایی که خودمون داریم، که حالا اون خواسته ها مبناش اخلاقی، تحولات سیاسی و اینها هست که فعلا حالا بحث ما نیست، بحث کلی میکنیم. بعد از این اومانیزم، یعنی همون تعریفی که کردیم، مدخلیت انسان در تعیین روش زندگی و اداره خودش، یعنی میشود گفت که تعیین سیاست توسط خود انسان، این دیگه تعیین از پیش برای انسان متفاوته. که خب اینجا ماکیاولی اومد که صحبت کردیم، که گفت که سیاست اونی نیست که ارسطو میگفت و سیاست اونی است که من میگم، به این شکل که مناسبات میان گروه های مختلف مردم هست که سیاست رو تعیین میکنه. خب پس بنابراین دو تا پایه میشه، پایه این که همه چیز طبیعی است، این متعلق قدما بود، و این که ما هستیم که متعین هستیم، این به عصر جدید، دوران جدید مربوط میشه. این که دکتر طباطبایی کتابی که می نویسه، از اولین کتاب هایی که در واقع هست و مهمترین کتابشون، به اسم جدال قدیم و جدید بود، این بیراه نیست، یعنی این بسیار هوشمندانه این موضوع تعیین شده، برای اینکه قدیم یک چیز، جدید متحول شده همون قدیم، اما یه نوزاد جدیده. خب حالا این رو، این سیری که در واقع روح جمعی انسان از همون آغاز، که حالا دوران در دوران قدیم شروع فلسفه بگیریم، یعنی از 2000 سال پیش، این در کل جهان بشری این روح جمعی تحولات تاریخی میکنه تا میرسه به ابتدای دوران نوزایش یا دوران جدید، که در اونجا با تغییر اون پایه تفکر، پایه اندیشه، سیر خودش رو ادامه میده. همه اینها رو هگل در پدیدارشناسی روح این تحولات تاریخی رو شرح میده، که چگونه آگاهی تجربه میکنه. میدونین نام دیگر پدیدارشناسی روح تجربه، علم تجربه آگاهی است، که حالا بعدن در فرصتی اگه دست بده به اون وارد میشیم و توضیح میدیم. بنابراین وقتی که ما
وارد دوران جدید شدیم در اروپا، بدیهی است که جاهای دیگری که بشر در این ربع مسکون در واقع در زندگی میکنه، مثل افریقا، آسیا، شبه قاره هند و استرالیا، اینها بدیهی است که بایستی نگاه بکنن به غرب، چون روشنه که غرب نمیاد فرض کنید الان نگاه بکنه به شیوه زندگی ما در ایران و شیوه زندگی خودش رو از ما تقلید بکنه یا از ما یاد بگیره. اصلا اینطور نیست. بدیهی است که خب روستایی به شهری نگاه میکنه و آسیایی هم به اروپا نگاه میکنه، به غرب نگاه میکنه. خیلی روشنه این، برای اینکه این تحول اساسی نوزایش در غرب بود که انسان رو به اینجا میکشونه. بنابراین اگر در این جوامع مثل ما اشکال دیگه‌ای مطرح بشه، مثلا برای حکمرانی، این روشنه که معطل کردن تاریخه. یعنی نه این میتونه بمونه و ادامه بده و فقط کاری که میکنه تاریخ رو معطل میکنه. یعنی در جایی که ظاهر میشه اون کشور رو، حالا اگر کشور بوده باشه، برای مدتی اون کشور تعطیل میشه. مثل فرض کنی یه فروشگاهی که نبخشید برای مدتی درش بسته است، خب روشنه که بعدن باز خواهد شد و اون فروشگاه به کار خودش ادامه خواهد داد. کشور هم همینطوره. یعنی شما فرض کنید که در تاریخ کشور ما مقاطعی بوده، فرض کنید که پشتون‌ها اومدن از افغانستان که اون موقع جزو ایران هم بود، یه بارم بهش اشاره کردم، اومدن برای مدتی در حد یک سال، یک سال و نیم، حتی اون دولت صفویه رو سرنگون کردند و محمود افغان و بعدش اشرف افغان اومدن یه مدتی حاکم شدن، ولی این به معنای این نبود که در بخش بودن هم عرض کردم که اینها حاکمیت دارن. نه، اینها اومدن برای یه مدتی این رو ساقط کردند، حالا دلایلش بماند، اما منظور من اینه اینها نمیتونستند که حاکمیتی که در کشور هست روی اون دولت بنا بکنند. منظور من اینه. بنابراین میشه گفت که اینها کشور را به مدت یک سال و نیم یا دو سال معطل کردند. یعنی اینو میگیم تعطیلی کشور. خب حالا وقتی که میگیم که جهان انسانی در یک منطقه مثل اروپا وارد یک اپوک جدید، یک دوران جدید شده، خب اینجا یک بار
این راه رفته شده، این راه باز شده. گفتم بدیهیه که دیگران هم بایستی اون رو برند. اما تمام این بحثایی که من میکنم برای شناختن در واقع اندیشه‌های سیاسی غربی برای این هست که بفهمیم که اونها چگونه راه رو پیدا کردند. منظور این نیست که ما هم دقیقا همون بشیم، یعنی ما دوباره شروع بکنیم مکیاولی بشیم، بودن بشیم، هابز بشیم، لاک بشیم و همینطور. نه خب بدیهیه که اینطور نیست. اما ما باید بدانیم، بفهمیم که اونها چه کار کردند و در اینجا به یک مفاهیمی رسیدند. فرض کنید مفهوم دولت که توضیح دادم باز تو این بحثم هست که چطور این متحول میشه، معنای خودش رو پیدا میکنه، قوام پیدا میکنه و در یه جایی در هابز دیگه میشه استیت، دیگه لو استاتو نیست، دیگه اون اشکال قبلی، اون کلمات قبلی رو درش به کار نمیبریم، یا همینطور جامعه، اجتماع سیاسی و مفاهیمی از این دست که به تدریج توضیح دادم و بعد از این هم میدیم. بحث من در واقع روشن نمودن این مفاهیمی است که در غرب ظاهر شده و کلماتی که برای اون اسم گذاشتن در واقع روی اون مفاهیم و اینکه چطور این مفاهیم تونسته کشور خاصی رو با شرایط خاص خودش اداره بکنه. و از طرفی نگاه بکنیم به اندیشه قدیمی ها و اینکه ببینیم باستانی ها چه می گفتند، چه می کردند. سپس ببینیم که اندیشمندان دوران جدید چه انتقادی به اونها داشتند و چرا داشتند و پرسش هایی که طرح کردن چه بوده و خودشون چه راهی رو پیشنهاد میدند یا میگذارند بعد عهده کسانی که در اون دوره خاص زندگی میکنند. و بحثای ما روی این میگرده. این رو اضافه بکنم که ببخشید هسته اصلی تمام مدرنیته، یعنی اون چه که در واقع از دوران قدیم زایش شده، نوزایی شده و به دوران متأخر، دوران مدرنیته رسیده. مدرنیته هم میدونی همون به معنی متأخره، مدرنا یعنی متأخر، این آخریه. هسته اصلی این مدرنیته حقوقه، اما دانش و فن هم هست. اما دانش و فن رو میشه آورد، از غرب آورد، عیناً مثل پزشکی ما عیناً میاریم. اون دفعه در پاسخ یکی از دوستان من گفتم که شما فرض کنید که پزشکی موضوعش انسانه، خب انسان هم در اروپا، در آسیا، در افریقا، همه جا یکی است، بنابراین
موضوع خود پزشکی هم همون علمی است که در اروپا یا امریکا در کشورهای آزاد پیشرفته جهان امروز میخونند و همونی است که ما میخونیم و همونی است که مثلا در هندوستان میخونند. تفاوتی نمیکنه، گرچه جزئی حالا تفاوتهایی باشه، اما موضوع علم ما همونه و موضوع علم پزشکی هم همونه. حالا اینجا میدونی که موضوع یا سابجکت دوتا معنی داره، یکی اینکه مثلا موضوع علم پزشکی در دانشکده پزشکی بخواید ببینید که چی هست، مراجعه میکنید مثلا به اداره آموزش، اونجا اون میگه که خب ما اینها رو درس میدیم، مثلا آناتومی درس میدیم، فیزیولوژی درس میدیم، یا اینها. این یک معنی از موضوعه. یه معنی دیگرش هم اینه که اونی که در مقابل ما قرار داره و قرار روش کار بکنیم اون چیه. اون در تمام دنیا برای پزشکا بیماره، یعنی یک موضوع ما داریم و اون موضوع آموزشی ما هم باز یه جوره. بنابراین توی دانش و فن خیلی تفاوت آنچنانی نمی کنه و میشه اینها رو وارد کرد. شما الان میبینید که مثلا چین از نظر حقوق به هیچ وجه به حقوق غربی نمیرسه و نخواسته برسه، حالا اون بحث ما نیست، اما در حوزه فن و دانش خب تنه به تنه غرب داره پیش میره. در ایران هم همینطوره. یعنی این میخوام بگم که هسته اصلی مدرنیته حقوق و تحولات حقوقی بود و هست. بنابراین این حقوق و زدن این حقوق به محک باورهای بومی ما و دیگران، این خودش یه شکل جدیدی رو ایجاد میکنه که ربط پیدا میکنه با اخلاق عمومی اون جمعیت یا اون کشور، که در نهایت تعیین کنندگی و متعین تحول همون روح جمعی است که در اون کشور هست. یعنی منظورم اینه که یعنی حقوقی که در فرض کنید در فرانسه هست، شما عیناً نمیتونید اینو بیارید و در غنا پیاده بکنید، نه، این بایستی که به محک اون اخلاق عمومی اونجا که اینو اصطلاحا میگن زیتلکایته، حالا بعدا توضیح میدیم، که به اونجا و اون در واقع تعیین میکنه. و همینطور وارد کردن اون آثار مدرنیته در کشورهایی که تحول حقوقی آنچنان درش صورت نگرفته که بتونه اون مدرنیته رو بپذیره و بتونه به محک سنت‌های خودش بزنه و سنت‌های خودش اونها رو بپذیره، این پایدار نمیمونه. حالا شما مثلا در ایران خودمون در سال 57 اتفاقی که میفته، پا
پایه اصلی و علت اصلی روی همینه، یعنی این روح جمعی که، یعنی این زیتلیکایتی که در ایران داشت با اون مدرنیتی که به صورت چی میگن مدرنیزاسیون مثلا برای اینکه اینو بتونن تفکیک بکنن انجام میگرفت و اینها نمیخوند با هم دیگه. البته معنیش این نیست که حتما بایستی اون اتفاق میافتاد، نه، ولی یه احتمالش این بود که چون اینا با هم نمیخونن احتمالش این بود که اون اتفاق، یعنی اون انقلاب مثلا بهمن میافتاد که افتاد، و بنابراین جامعه انسانی، یا اینجوری بگیم اجتماع انسانی، چون هنوز جامعه مدنی نمیشه گفت که به طور کامل در ایران ظاهر شده بود، اون اجتماع به اصطلاح سیاسی در ایران برگشت به سر جای خودش و اون مدرنیزاسیون رو پس زد. حالا از نظر از اینکه با تاکتیک هایی در حوزه سیاست ورزی یا با زور میشد مانع اون عمل شد یا نشد، حالا اون بحث من نیست، ولی اون اتفاقی که افتاد همینه و در جاهای دیگه هم همینا میفته. در پاکستان همین اتفاق میفته، در افغانستان امروز همین اتفاق میفته، در همین کشورهای افریقایی نگاه بکنید همین اتفاق داره میفته. تمام تلاطمات و درگیری هایی که از چند ده یا بعضی جاها چند صد سال پیش داریم دلیلش همینه، یه اتفاق مهمی در غرب افتاده و غرب وارد دوران اپوکه تجدد مدرنیته شده، دیگران در این ربع مسکون نشدند و این عدم تعادل میان این کشورها باعث شده که این اتفاقها بیفته. خیلی متشکر. حالا وارد بحث اصلی میشیم، ببخشید.